عرض میکنم بابت عزیز گردن ما انداختین و خیلی متشکرم و حقیقتش رو بخواین از این القابی که و اظهار لطفایی که میکنم من فقط آب میشم میرم توی زمین خیلی برام سخته خواهشم کردم نگن این حرفا رو ولی اصرار کردم بی اینجا وایسا و راجع به کارات صحبت کنم قبل از این که شروع کنم یه لیوان آب بدم عرض میکنم که چون کار من با شهیاد تقریبا شروع شده لازم میدونم که بگم که اون شخصی که با من همراه بود و خیلی زحمت این پروژه رو کشید و دانشگاه شریف و خیلی چیزای دیگه آقای مهندس منوچهر ایرانپورم که افتخار دارم امروز اینجا ما با هم چندین سال هم کلاس بودیم و به اعتبار دوستی یه جوری اتفاقات افتاد که شبی که من شهیادو می‌کشیدم فردا تحویل بود که تا صبح بیدار بودیم منوچهرم اومده بود خونه ما تو زیرزمین خونه می‌کشیدیم ازش خواهش کردم کمک بیاره رفت جمشید و فروغی رو آورد خیلی قشنگ فیکسه می‌کرد استاد بود جمشید و فروغی فامیل داره تو ونکوور یه وقتایی هم ویزیت می‌کرد اینجا بسیار همکار شریفی بود و هست ایران هست فکر می‌کنم و فؤاد رفیعی هم بود اون شب که تا صبح ما کار کردیم فؤاد نمی‌دونم امروز اینجا هست یا نه ولی همیشه ازش ممنونم و البته فؤاد هم کلاس هم سن برادر من بود اینی که من از قبل از دانشکده می‌شناختم و همیشه واقعا دوستیش رو ارزش داشتم و خب خیلی های دیگه که چون نیستن متاسفانه نمیتونم ازشون تشکر کنم ولی اینی که منوچهر اینجا هست برای من واقعا فرصتیه خیلی خیلی ممنونم که اومد و حالا میخوام شروع کنیم تو از بعد بری عقب بله عرض میکنم که من راجع به عکس و پرسپکتیو های بیرون شهریاد اینا چون همه میبینن اینا حرفی نمیزن چند کلمه فقط میگم راجع به این که این بعضی از این ایده های این از کجا آمده و چطوری این چهار مربعی که ملاحظه میکنین روی این اینا واقعا هندسه شهیاد رونا بنا شده که نمیتونم دست بزنم به این ماستره نه این بله این آرک که حالا بعدا توضیح میدم ولی یه نقاط مهم بنا درست سر همین ازلای این مربع و قطرش و این حرفا هست مثلا پایه ها روی همین قطرا پا میشن و این قطرهایی که ملاحظه میفرمایید قطرهای مخروطی هستن من فکر کنم حالا کلمه یه چیزایی عرض میکنم که احساس قلبی منه به نظرم شهیاد یه نمادی هست از اون وقت ایران و ابیلیتی ها و توانایی هایی که هم وطنان عزیز ما داشتن و این خیلی مهمه از کجا شروع میشه من به شما یکی این که به ما مخروطات و اینا تو دبیرستان یاد داده بودن به این ترتیب وقتی ما از دانشکده معماری اومدیم بیرون من این پروژه رو کشیدم این قوساری که با پیستول کشیده بودیم باید یه جوری براش فرمول پیدا می‌کردن که بتونن بذارن توی کامپیوتر و مختصات این نقاط رو در فضا تعیین کنن کاری که تو ایران نمی‌شد کرد اون وقتا
و منم اصلا نمیدونستم که وقتی میکشیدم اصلا نمیدونستم که اولا اصلا اینو میسازن یا نه، دوم من اگه بخوام بسازن چطوری میسازنش. اصلا برای من فقط قشنگی این و ارتباطش با تاریخ ایران مطرح بود. و ولی بعدن که آروپ مهندس مشاور این شد برای سازه، یکی از مدیرانش آمد ایران، یعنی چند نفر آمدن و بله توی دفتر نشستیم، اون گفت این قوسا رو من بعد براش تو باید بگی اینا حضوری هن، سهمی هن، بیزی هن، چی هن. ولی ما اینا رو میدونستیم که چیه، برای اینکه تو البرز زیاد گرفته بودیم و با اون نشستیم و اون فرمول این کور به حضلولی و بیزی و اینا رو چک کرد، گذاشت توی محاسبهش و به من گفت این خوبه. من یادم یه مرتبه اینو درست کرد بود، منوچهر اومد از توی دفتر دیدش که دانکن داره اینو به من نشون میده، بهش گفتش که عمه منم بلد این کار بکنه، گفت my aunt can do it too به انگلیسی. اونم گفت you have a very intelligent aunt. آره این داستانه، چون من به ارتباری یه ذره بی دست و پا بودم، منو چه خیلی پوش میکرد که حسین برو پلوی، حسین برو پلوی، و من با ایشون رفتم پلوی دکتر مشتهدی که مدیر مرسمون بود و بهش گفتم این مسابقه رو بردم، با من قرارداد نمیبندن چون من هیچ کس رو نمیشناسم، پارتی ندارم. گفتش که گفت حالا ببینم چی کار میکنم، چون ایشون شده بود رئیس دانشگاه آریامه و هر هفته میرفت پلوی شاه و ما فکر کردیم الان یه سفارشی هم برای ما بکنه، چون ماها گذشته بود اصلا کسی با من حرف از قرارداد اینا نمیزد. بعد وقتی که ما خواستیم خدافظی کنیم به ما گفتش، به من و من، چون من چه منو برد اونجا، گفتش که شماها اگه آدم باشین من دانشگاه خودمون رو اینا میخوان تو اصفهان بسازم، من حوصله کار ندارم با اون آرشیتکتایی که با اونا معین کردن، ولی اجالتا موقتا اینجا به ما یه جا دادن، احتیاج داریم یک دو تا ساختمون بکنیم، اگه آدم باشین شما بکنید. و من و منوچهر رو فرستاد به کمیته ساختمانیشون و این کارهایی که میبینین تو دانشگاه شریف ما کردیم نتیجه اون کار است، نتیجه اون فقط ملاقات با دکتر مشتهدی. و میخوام اینم موقعیت ایران اون وقت چطوری بود که شما همینقدر که جلوی یکی رد میشدی ممکن بود یه پروژه بهتون بده، اینطوری بودن و این خیلی دنیای نباز و پر از فعالیت بود وقتی که ما فارغ التحصیل شدیم. بچه های دانشکده ما به خاطر اینکه انقدر بیرون کار میکردن اصلا نمیمدن دیپلم بکشن که بیان ما مهندس، همشون دفتر داشتن، هزارها ساختمون کرده بودن ولی دیپلمشون نکشیده بودن، اینقدر کار بود خارج از دانشکده، خارج از یعنی توی جامعه ایران اون وقت خیلی خبر بود. و به هر حال حالا برمیگردم به اینکه این قوسا از حضلولی و بیزی و سهمی و اینا که همه مخروطاتی هستند که ما کلاس پنجم خوندیم، ششم، بله بله خواهش میکنم 20 ثانیه حرف نزنیم به من میگی، بله مرسی. Bale. Yeah. Is it good? Yeah, I'm just gonna make sure it's getting in the background. Are you getting it up there? Alright. خیلی خوب. بنده میرم جلو به جای دیگه.
خب این یه اسکچیه که البته مال قبل از شهریار نیست، این اسکچار من بعداً کردم. اخیراً مجبور شدم. این کوپ توی شهریار یه مقداری میتونیم ببینین اگر ندیدین. برای اینکه توی خود این بنا یه دنیاییه. به نظر من مثل بیرونش مهمه. بله. ولی به طور کلی بله. این قصه که ملاحظه میکنین حالا یه پرسپکتیوی از تو عکسایی که میاد میبینین که تو این لوزیایی که این زیر هست از تو چه خبری و بعد این سطح که آسانسورها اینا که میرسن شما از اینجا که نگاه میکنین من فکر میکنم من یه عکسی دارم که از اینجا از تو این اوپنینگی که اینجا هست میتونین تا ته این گنبد ببینین. یعنی این ایده فضای سیال توی این بنا کاملا حاکم و حالا من یه تیکه که حتی توی این پله هایی که توی پایه هاش هست. بله. موضوع مهم ارتباط این با تاریخ که من عرض کردم، البته به خاطر علاقه من خیلی زیاد من به تاریخ و فرهنگ ایران عزیز هست، ولی اینجا تیسفون که بله هست که این آرک اصلی شهریار کپی تیسفون نیست، چون تیسفون آرک زنجیری غیر از این سهمی، ولی یادآور اونه به نظر من. و اون آرک بالایی یه آرک شاخه‌بزی شکسته است که اسلامی و ارتباط اونطوری. این ارتباط شبکه زیر دل شهریار یه ایده‌ایه که از یه جاهایی مثل مسجد وکیل شیراز میاد. ملاحظه میکنین یعنی سعی کرده یه دایره رو به یه خط صاف بله. اینجا شما یه دایره دارید و این شبکه بندی اینو میرسونه به یه خط صاف. این من عین این برنامه رو توی شهریار هست، یعنی دو تا پایش خط صاف صاف ولی زیر دلش که میره یه قوس سهمیه. این بله بله زی برها ببخشید عرض کردم این دو تا خط سفید و اینم نقشه هایی که ما اون دوره با دست میکشیدیم، الان با کامپیوتر کاری نداره این کار، ولی میبینید که یه سهمیه که به طور کلی به تدریج باز شده. این سهمیه اون بالا بسته است و باز میشه تا میاد میرسه به اون خط زیر و این اون خط صاف زیر سهمی رو نشون و این اشارهی به سربرجی‌هایی که نزدیک یعنی تو برجای ایرانی همیشه به این ترتیب تموم میشه کار. برج طغرل یکی از اون جاهاییه که ما جمعه ها میرفتیم کروکی میکردیم. آقای مهندسانی استاد روانشناس مرد بسیار ما که پروژه منو رد کرد بعد جریمم کرد که برم برج طغرل رو رولوه کنم. من برج طغرل رو رولوه کردم، خیلی هم کیف کردیم، با بچه های دانشگاه می رفتیم همه با هم کار میکردیم. یا اینکه گنبد این زیر گنبد مسجد شیخ لطف‌الله است، این پترن رو نگاه کنیم و اگه اینو روی بیزی بکشین این میشه که پترن باغ شهریار یا اینی که ملاحظه می‌کنید. یا اینکه این فان یا آبنماهایی که توی پازارگاد بوده و رسیده به فین و رسیده به شهریار، یعنی با یه مراجعه به قدیم ایران همه کاری در اینجا شده و اون قصی که عرض کردم این از توی لول 21 متر و نیم وقتی نگاه میکنین به پایین این لوزیایی که میبینین توی این وسط اون لوزیا خالی شده
و شیشه توش رفته خواهش میکنم وقت نمیدونم من زیادی پر حرفی نم. این مثلا میخوام بهتون عرض کنم اولا مهندس نازی ها رو میرسیم ولی اینو داشتم بتون میریختم در جا من اونجا بودم و همونجا گفتم این سوراخ ها رو بذارم و اینا گذاشتم یعنی اولا موقتکار با من همکاری کرده دومن یه محیطی بوده که هر کاری معمار میخواسته میکردم اینجا این کارا ممکن نیست یه لاسود دارین اگه یه چیزی سرکارگاه عوض کنید و این اون فضایی که عرض کردم از زیر نگاه میکنید تا بالا معلوم بله و این پلی که از بین این آرک و سمت رد میشه و این تونل ورودی که بله به هر حال کار سنگی شهریاد یه چیز خیلی برجسته‌ایه به نظر بنده اولا این سنگی که ملاحظه میکنین یه سنگ 5.5 متره و این بعد از یه سنگ 6 خورده‌ای در میومد و اینو فقط قنبر میتونست بکنه تو ایران الانم من فکر میکنم میشه کرد ولی البته میشه کرد چون خیلی اکویپمنت های بهتری هست اینا ولی قنبر واقعا رول مهم میداشته تو این کار و ملاحظه میکنین مخصوصا این جوانوی سنگا رو پترنش از موازی اینا دور کردیم برای اینکه این حرکت پویای اینو به بالا تاکید کنه و اینا همه رو اندازه های تصاعد حسابی یعنی همینطوری که این فاصله های اینا همینطوری که میریم بالا کم میشه برای اینکه چشمو قانع کنه که این بنا بلندتر از اینیه که هست این انبر رحیمیه که من بهش مدیونم برای این محبتی که کرد و این کارا رو کرد و پلوی اونم انبر منم و آقای غفار داورپناه غفار داورپناه کسیه که این سنگا رو ورده بهشون یاد داده چطور با پیچ بتراشن و مقاطع کار سنگ این کار بوده سنگ تأمین سنگش رو قنبر کرد ولی کسی که فهمید این هندسی پیچ داره یعنی شما یه سنگ و پایینش این خطه بالاش این خطه با هم کجه و اینه کی یه سنگکار که نمیتونه باید براش توضیح بدی غفار این کاری کرد غفار هنوز الحمدلله زنده است و در تهرانه و من باهاش کار نمی کنم حرف میزنیم پای تلفن عرض میکنم اینی که میگم وضع اون وقت ایرانو میگه این بنا میگه که بله میگه که ایران این سنگ کارو داشت که این سنگو بتراشه چون اینه شما برین تو دبی همچی کسی نداره با اینکه این پولا رو خرج میکنن از ایتالیا ساخته شده میارن میچسبونن اونجا فرق داره با اینکه خود ایرونی ها این کارو کردن و مهندس ناظرش هم ایرونی به طور حال خدمتتون نشون میده یه موضوع مهمی که توی شهریاد یه اینوویشنه اینه که سنگو گذاشتن و یه طرف دوم و کفراش بستن و بتون ریختن یعنی اون طرف سنگی شهریادی که میبینی که سنگش 25 سانته کلفتیش بعضی وقتا 8 سانته اون لوزی وسطی 8 چون شما بغلش رو نمیبینید اون طرفی ها بله حالا اینو عرض میکنم این سنگای کناری 25 سانته اون لوزی های وسطی 8 و بله این انکرای استنلس استیله که بتونه که میریزن سنگو به بتون میچسبونه یعنی اینطوری نیست که بعدن سنگو مثل قدیمای ایران که میچسبوندن بعد از یه زمستون میافتاد بله این در حال این همون و این تاق زیر دل شهریار باید بگم قبلا این کفراژ چوبیشه که سنگا رو بر اساس این درست کردن و بعد گذاشتن روی این انکر کردن و ریختن و اینا هم سنگکاری هستند که این کارو کردن من
خوشحالم که این چند تا اسلاید من نجات پیدا کرده از مصادره اموالم ایران و میتونم خدمتتون نشون بدم. آقای مهندس محمد پورفتی که مقاطع کار این بنا بودن و من همیشه واقعا به فکر شخصیت درویشی این مرد بودم. یه مقاطع کاری بود که همه کاری میکرد ولی حرف از قیمت جدید نمیزد. آخر کارم قیمت جدید داری که همه رو گذاشت پلو هم. مهندس فروغی بهش گفتش که مهندس راضی نیست، اگه میشه بذار توی یه کار دیگه بگیر. اونم گفت خیلی. یه همچین آدمی بود و یعنی من فکر میکنم واقعا یه نوع خواست الهی بود که یه همچین کسایی در این راه بودم. آقای مهندس ایرج حقیقی کسی که این ساختمون رو ساخت. ایشون من اون وقت اگه 24 سال بود این 25 سالش بود. میدونی این خیلی جوان، البته تا وقتی که ما رسیم پای شهریار اینا دو سه سال گذشته بود. ولی منظورم اینه که ایران یه همچین کسایی تربیت کرده بود که این کارا رو می‌کردن. اینطوری نبود که مثل دبی باز دوباره این حرفو می‌زنی. بله. بله. این عکس کفراج دلش زیر دلشه و این هم همونطور که عرض کردم سنگاییه که یه طرف سنگه یه طرف آرمارتونه، بعد کفراج چوبی میاد بعد از اون جایی که اون این وقتی که دارن بتون میریزن که عرض کردم من اون لوزی ها رو اضافه کردم و این شهریار یه کار کاشیکاری داره که متاسفانه عکسایی که آقای خلیل ایرانی لطف کردن از طریق لطیف بر من فرستادن، هر چی من این عکس رو نگاه کردم گویای بدبختی کاشیای این همش خورد شده ریخته. ولی این عکس بر من خاطره داره برای اینکه من اول کاشیای شهریار رو روی فرمای قدیم ایران کار کرده بودم. همونطور که می‌بینیم اون یکی دو تا هست ولی بعداً عقیده‌مو عوض کردم. یعنی یه کار مدرن‌تری کردم. فکر کردم باید اینطوری باشه. خب مثلا همینم که من آزادی داشتم این کارو بکنم خیلی با ارزشه. حالا یه شخص 24-5 ساله میدونین همه این تصمیم کسی که منو پشتیبانی کرد آقای پورفتی بود که واقعا آدمی میخواست کارو خوب انجام بده. این یکی هم که آقای مهندس محسن فروغی بودن، واقعا خدا رحمتشون کنه، بسیار مرد شریفی بود و من شانس آوردم ایشون ناظر من شدن از طرف شورای جشن ها، یعنی از طرف صاحبکار آقای مهندس محسن فروغی بودن که یه شخص فقط خیر میرسون و اینقدرم کار خوب میکرد که یه وقتی هم اشتباهی امضا کرده بود یه رفته بود. عرض میکنم توی شهریار کار بتونی توی سالون فاندیشنش و اینا هست. البته اینا رو برشتن میبینین توش لوله برق کشیدن و اینا همش برای کارهای سکیوریتی و دوربین گذاشتن و جاسوسی از مردم، ولی قبلا اینا نبوده اونجا. و ولی شهریار دو مرتبه اکستند شده. یه مرتبه قبل از اینکه تموم بشه یه سالن سمی بصری اضافه کردیم که زیر خاکه و اصلا دیده نمیشه ولی ورودیش درست روبروی در ورودی شهریاره. یکی هم بعدها به عنوان موزه ششم بهمن و یه چیز شبیه این یه مش آمفی‌تئاتر و رستوران و اینا اضافه کردیم زیر خاک که من یادم خاکبرداری سالن نمایشش 15 متر ارتفاع تو خاک بود و خیلی جالبه. ما این کارا رو تو ایران میکردیم، انکرینگ و اینایی که مثل ونکوور مجبوری بکنی اصلا نبود. انقدر خاک ایران تهران خوبه که اینطوری مثل پنیر میبردم میرفتم پایین، زیاد نگران ریزشش نبودم.
و برای اینا یه چند تا دید از تو، ولی میبینین اونجا که آب داده این به خاطر اینکه اینا قیرگونی رو با، یعنی خلاصه میتونم بگم ندانم کاری کردم بعدم، و این دید کلی شهریات که کار روبن رولوف بنیه که فکر میکنم، و این مهمترین عکس شهریاد، 3 میلیون نفر اونجا ساکت زیرش نشسته. به هر حال خیلی ممنونم از لطفتون، ولی من یه عرضی بکنم. ما با هم با بابک شروع کردیم که راجبی ساختمان دیگه حرف زدیم. من گفتم بابا بس، من اینقدر راجب شهریاد گفتم بس. ولی فکر کردم پریروزا که باهاش صحبت کردم گفت اینا رو مردم دوست دارن بدونن، تو بگو. امیدوارم که براتون تکراری نبود، ولی تصمیم این بود راجب مدرسه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران صحبت بکنیم، برای اینکه بابک عزیز یه مقداری عکس گرفته بود و یه نقطه دیدی داشت که در اون مورد میخواست بیان کنه، و من صدا میکنم بعداً این کارو بکنه. من نمیدونم، من قرار بود صحبتم 40 دقیقه باشه، فکر میکنم خوبه دیگه. خواهش، نه هستم من. اون دوره با بابک راجب مدرسه مدیریت صحبت میکنیم، با راجب مدرسه مدیریت صحبت میکنیم، و بعدم در خدمتتون هستم اگه سوالی دارم. آخر من خیلی اکسایتدم که پلوی معماری ایرانی دارم حرف میزنم. بله، یعنی این جلسه باید تو ایران بود. بابک چی شد؟ فکر میکنم بابک نمیاد، چون شما میخوایی الان باشه تنفس، یا اینکه نه من فکر کنم اونقدر جا هست. بله من بعد میام خدمت. خواهش می‌کنم. اینو میشه به این دست کنیم؟ بیا. این اگه روی یکی از کلوزآپ های شهریاد بیارید، نه من گفتم چیز ندارم، اون عکس اول اگه باشه. نه 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 نه، من اصلا اون صحبت چیز کلی رو دارم، اونو بعدا توی بعد از بریک اونو پیش ببرید. اگه باشه آرین، یک کلوزآپ اگه از شهریاد باشه. اگر حرکت کرد بزن برشتن. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. برنامه‌ای که در واقع از اول تدوین شد این بود که درس‌هایی از معماری سنتی ایران باشه. سوالی که برای همه ما هست برای اینکه بریم به اون سمت اینه که خوبه؟ برای اینکه به این تعریف برسیم اول باید ببینیم آیا معماری ما در طی تاریخ تداومی داشته، و یا اینکه مثل تپه ماهورهایی که توی اوج و حضیض تاریخ ما بالا رفته و بعد از بین رفته، تجربه ها منقطع شده و یا از اول شروع شده، یا نه مثل یه رشته کوهیه که قله هایی برای خودش داره. اگر دومیه بار همه ما سنگین تره. در واقع اینجوری باید بگیم اگر تاریخ معماری ما 4 تا قله درخشان داشته باشه، بجز اولین قله که دوره هخامنشیان بوده، الباقی تماما متصل بوده.
دوره هخامنشیان در یه تاریخ 250 ساله که بخش عمده عالم شناخته شده روزگار خودش رو یا تحت سیطره داشته یا تحت نفوذ داشته و یا تحت نفوذ فرهنگی داشته، به شدت حساس بوده که از معماری قدیم و شرقی خودش الهام بگیره. میدونیم که ارتباط با تمدن‌های دیگه اون روز مثل یونان در اون مقطع برقرار بوده، ولی همچین ارتباطی رو هرگز نه تأثیر گذاشته و نه تأثیر پذیرفته. و بعد در دوره‌های بعدتر خود ایران هم لااقل نشانه ای از این تأثیر و تداوم معماری هخامنشی رو نمی‌بینیم. اگر این مقطع تاریخ رو بذاریم کنار که برای خودش قله‌ایه ولی منفصل، از قله دوم که دوره ساسانیان باشه رشته کوه معماری ایران آغاز میشه، مقطعی که اولین دوره‌ایه که نه تنها معماری به اوج خودش میرسه و همسنگ دوره هخامنشی ولی با نگرش دیگه‌ای خواهد رسیده بوده بهش، که نمونه‌های محدود ولی بسیار با ارزش از چهارطاقی‌ها و ایوان کسرا و کاخ سربستان و نمونه‌های بسیار وارد معماری میشه. توی بقیه زمینه‌های هنری هم به اوج خودش میرسه. توی موسیقی باربد رو داریم، نکیسا رو داریم، توی بقیه زمینه‌ها همینطور، ولی معماری که ماندگاری بیشتری داره برای ما بیشتر قابل بررسیه. دوره ساسانی اولین دوره‌ایه که تجدد و ارتباط با فرهنگ‌های دیگر رو پذیرا میشه، بدبستون فرهنگی رو داشته. دوره‌ایه که تداوم معماری ساسانی در واقع به معماری اسلامی ختم میشه، به این ترتیب که ما همه فکر میکنیم یک انفصال بوده اونجا، فکر میکنیم معماری ایران باستان داریم و معماری بعد از اسلام داریم. یک اتفاقی میافته و اون اینکه وقتی در معماری اسلام نشان از دو تمدن هست، یکی معماری بیزانس و یکی معماری ایران. در واقع وقتی در اواسط قرن هشتم میلادی یا دقیقا 750 میلادی حکومت اموی که مقرش در دمشق بوده توسط حکومت عباسی واژگون میشه و مقر اون به بین النهرین منتقل میشه، یک اتفاق مهم میفته. میاد تو بین النهرین، سیطره حکومت ساسانی، تمدن معماری ایران اونجا حاکم بوده. فارغ از تمام مسائل مذهبی، نظامی، سیاسی، این پتانسیل و این توانمندی معماری ساسانی مجال عرضه خودش رو پیدا میکنه و خودش رو تحمیل میکنه. اون چه که تو معماری ساسانی به عنوان جهتدار بودن، چهارطاق بودن، جهات اربعه، عناصر اربعه، ایوان از اونجا شروع میشه اصلا، در تداوم خودش توی معماری اسلامی پیش میره. اون ایوانها به ایوانهای دوگانه، چهار ایوانی، حیات، شبستان و بعد گنبد پیش میره و این تداوم رو ما اونجا داریم میبینیم. قله سوم دوره سلجوقیانه، دوره‌ای که اروپا داره از تاریکی میاد بیرون ولی معماری ایران داره به عنوان مطرح ترین و توانمندترین معماری حداقل حوزه اسلام داره خودش رو پیش میبره. توی این دوران باز میبینیم که اندوخته های خودش رو از معماری ساسانی داره ولی ادامه میده، فرزند زمان خیشتنه. ما تو این دوره کاربندی رو اضافه میکنیم به ایوان، ما میایم تو این دوره گچبری و مجموعه شاهکارهای معماری که شما میبینید، یا حتی توی ادبیات، توی شعر، توی بسیاری زمینهای دیگه میبینیم که این اتفاق داره میفته. من این حکومتایی که میگم الزاماً قطعاً منظورم حکومت نیست، اون دوره رو برای اینکه 2500 سال بشه تو 25 دقیقه توضیح داد، اینا رو ببخشید، این کوتاهی‌ها رو.
و قله چهارم دوران صفوی است، دورانی که این تداوم باز پیش میره. یعنی به هیچ وجه ما نمیتونیم بگیم که از اندوخته دوره ساسانی و دوره سلجوقی و مجموعه اون ایوانها و اون نحوه مواجهه با طبیعت دور افتاده باشه. برعکس، هنرهای ظریفه بهش اضافه میشه، کاشیکاری، صنایع دیگه، هنرهای دیگه، خط، نقاشی، همه اینها میاد و به یک سازمان جامع هنری میرسه که بزرگترین مظهرش معماری بوده. مقطعیه که مقیاس معماری واقعا میره تا سطح طراحی شهری و جاهایی داریم که از سطح شهر تا دیتیل کاشیکاری یک نگرش منسجم، نه یک لحن که یک زبان و نه یک زبان که یک ادبیات رو وارد معماری ما میکنه. وقتی داریم میگیم معماری، یعنی از ساسانیان، از شروع ساسانیان، معماری ایرانی که لااقل مداوم باشه و در هیچ دوره‌ای نمیشه بگیم که ما بدون شروع کردیم یا اینجا تموم کردیم، تا انتهای قاجاریه ما این رو میگیم معماری ایرانی. در اقلیم‌های مختلفی که توی ایران داریم، که تقریباً تمام اقلیم‌ها رو داریم، از گرم و خشک و گرم و مرطوب بگیریم تا خشک و کوهستانی و سرد و معتدل، این معماری با توجه به اینکه اساتید همه بیش از من اشراف دارید، تیتروار اگر بخوایم اسم ببریم، ویژگی‌هایی که داره درونگرا بودن اونه، بوماورد بودن اونه، نکته‌ای که آقای مهندس اشاره کردن، مثل دبی از جای دیگه نیاوردیم، لااقل این قسمت منفصلش، متصلش و پیوستش، هر چی بوده از آنچه که داشتیم شکل گرفته و نشأت گرفته. پرهیز از بیهودگی بوده. ما هرگز المان و عنصری رو فقط به خاطر زیبایی یا فقط به خاطر یک ویژگی نه، تمام آنچه که داریم چند منظوره است. اگر ثبات داریم، نقش سازه‌ای داره، نقش خانایی و ورود به حریم خصوصی داریم و در این حال سایه هایی که میندازه با اقلیم کار میکنه و زیباست. زیباییش به تنهایی کافی بود که آدم بپذیرن چی کاری بکنن، ولی هرگز نداریم. ما هرگز مثل معماری های دیگه چیز کاذبی نداریم، چیزی رو نداریم که اون پشت اتفاق دیگه ای بیفته. و پیوستگی فضاهای مثبت، ما به خاطر موقعیت کشورمون هم به لحاظ اقلیمی و هم به لحاظ هجوم هایی که هر از چند صد سالی اومده و همه چی رو به نابودی کشونده، خونه هامون همه پشت به پشت هم بوده. مثل آبی که روی سطح چرب بریزید، این آب جمع میشه با هم و واحه هایی رو شکل میده که اون واحه ها شهرهای ما بودن. تمام خونه ها پشت به پشت همن و حیات ها در قلب اوناست. این ویژگی رو از دو بُعد میشه مورد بررسی قرار داد. در واقع اگر بخوایم بگیم هدف این معماری در این رشته کوه، در این رشته پیوسته چی بوده، باید بگیم سازگاری با طبیعت و توجه به انسان. چه ویژگی‌ها و نیازهای فیزیکی و روحی افراد و چه مناسبت‌های اجتماعی انسان‌ها، توی این دو بُعد. ولی این طرح هدف کلی بوده که در اهداف عملیاتی میشه دید که چگونه این خودش رو نفوذ داده. ابزاری که برای این استفاده شده، یکی اینه که فضا رو به عنوان یک اصل فیزاته در نظر گرفته. اونچه که ما امروز داریم توی فضاهای زیستیمون، از رو اسماش میتونیم بفهمیم که نیت شکل گیریش چیه. اتاق خواب، اتاق کار، اتاق اجتماعات، همه اینا نشان از یه فعالیت داره. اصلا معلوم نیست این روز، شب، زمستونه، تابستونه، کیا اونجان؟ اگر اون استفاده نشه، آیا استفاده دیگه میتونه بشه یا نه؟ معماری گذشته ما این نیست. اصالت با فضاست.
اسم ها هیچ معنی شما نمیتونید برای ایوان شما نمیتونید جستجو کنید. ایوان ایوانه، اصلا نمیتونید ریشهش رو پیدا بکنید، به هیچ چیز دیگه وصل نمیشه، یه چیز فیزاته است، این فضا وجود داره، اسمش هم رو خودشه. تو ایوان چیکار میتونید بکنید؟ هر کاری میتونید، نیایش کنید، میتونید بخوابید، میتونید تکیه بدید، تماشا بکنید و همینطور بقیه عناصر. در نتیجه فضاهای ما هیچ کدوم اسمای عملکردی نداره و اسماییه که فیزاته رو خودشه. از مجموعه اسمایی که داریم، ستاوند، جایی که سه طرف ستون بازه، ایوان، سه طرف بسته، یه طرف باز، تا مجموعه هایی که داریم از تنبی و سدری و پنجدری و مهتابی و همه اینها، یعنی هیچ کدوم از اینها رو ما نمیتونیم بگیم که، و به همین دلیله که با گذشت صدها سال یه کاروانسرایی میاد به هتل تبدیل میشه و عجبا که چقدر خوب کار میکنه، یا یه خونه قدیمی رو ور میدارن دانشکده معماری میکنن تو یزد، چقدر خوب کار میکنن، اصلا لازم نیست دست بزنن. این فضا فیزاته در دوره‌های بعد میتونه جوابگوی نیازهایی که موقع ساخته شدن حتی فکرش هم نمیکردن انجام بده. چرا؟ چون اصالت با فضا بوده. ولی اگه فضاهای امروزی ما اگر 500 سال عمر کنه به درد هیچی نخواهد خورد. اصالت فضا عمده ترین و مهمترین فاکتوری رسیدن به اون هدف اصلی که خدمتتون گفتم. و نکته دوم، جایگاه گذار در ادبیات، شعر، ذائقه، غذا، الگوهای رفتاری و بحث امروز ما معماریه. ما هرگز گذار در لحظه رو نپذیرفتیم. اعتدال از ویژگی‌های معماری ماست. ما برای گذار از یه جای سرد به گرم، از یه جای مرطوب به جای خشک، از یه جای عمومی به یه جای خصوصی و هر تحولی که متفاوت و بعضاً متضاده، دونه بندی هایی رو شکل میدیم، اون فضاها رو به گونه دیگری میچینیم که قدم به قدم این گذار صورت بگیره. طی طریق بعضی وقتا به قدری این ماهرانه و استادانه و مطلوب انجام میشه که آدم فکر میکنه آیا اصل مبدأ و مقصد بوده یا اصل این گذار بوده. توی عرفان و شعر همینو دارید، ولی توی معماری تو دو بوده، سازگاری با طبیعت و حضور انسان، اینا میتونیم ببینیم. ما اگه از هوای 50 درجه‌ای که خیس عرقی توی کاشان و یزد بخواید برید به جایی که آسایش توش برقراره، این قدم به قدمه. وارد هشتی میشید، وارد دالون میشید، وارد حیات میشید، وارد ایوون میشید، وارد فضا میشید. این قضیه رو در واقع از فضای باز هرگز در لحظه وارد فضای بسته نمیشیم. باز، نیمه باز، نیمه بسته، بسته. همین عناصر تو اون بعد انسانی که در واقع مفهوم روابط اجتماعی رو میشه با رعایت حریم ها در نظر گرفت، عیناً داریم. یعنی از یه فضای کاملا شهری که میتونه تیمچه باشه تا چارسوق، تا واشدگاه، تا پیرنشین، تا هشتی، تا حیات، یک نفر سلامت روانی خودش رو از دونه بندی های روابط اجتماعی میگرفته. شما در شهر حضور دارید به عنوان شهروند، تو تیمچه با شهرونداتون، تو مرکز محله با هم محلیاتون، توی پیرنشین با کسی که به خونتون مراجعه میکنه و وقتی وارد میشید تا عاطفی ترین و خصوصی ترین فضاهاتون رو تفکیک میکنه. این تفکیک باعث کارایی هر کدوم از اونها میشه. این گذار و توالی فضاها که خوبه تو خاطر بسواریم، این دوتا چیزی که خدمتون عرض کردم، اصالت فضا و گذار تدریجی، اون دوتا فاکتور اصلیه که کسی که در به این اعتقاد داشته در دوره‌های مختلف به زبان خودش با تکنولوژی روز خودش این کار کرده و در بازگشت به پروژه‌های ما سمانت به اینا ارجاع خواهیم کرد. این معماری
تا اواخر قاجار میاد، دوره‌ای که تجدد در واقع مطرح میشه، دوره‌ای که بی‌محابا به چیز ارزشمندی دست یافتن یا فکر کردن دست یافتن که از همه چی دارن میگذرن که به هم برسن. و از اون پیشتر که میریم در دوره پهلوی اول یک تحول عظیم اتفاق میفته. ما شهری داریم که عدم بهداشت، آلودگی بیداد میکنه، دیوان سالاری به کل داره متغیر میشه، قراره که قوای سگانه تفکیک بشه و قراره که تمام اون چه که ما در تهران داریم ساخته بشه. تمام چیزایی که به عنوان وزارتخونه ها، دادگستری، ژاندارمری، شهربانی، همه این فضاها، بیمارستان ها، مراکز آموزش، هیچ کدوم از اینا رو ما نداشتیم. هیچ کدوم از اینا رو به مفهوم روز. و اتفاق همجوار این، تکنولوژی جدیدی که تو دنیا مطرح میشه، ورود بتون و فلز، باعث میشه که بخوان این بهر، ولی این تکنولوژی جدید دانش میخواست، آموزش میخواست، چیکار میتونیم بکنیم و این حجم نیاز. سه تا اتفاق میفته. یکی از مهندسان فرنگی دعوت میشه که بیان و هم که اینا هم در حفظ آثار تاریخیمون بتونن کمکمون بکنن و هم از بابت آموزش. گروه دوم فرستادن جوانای ایرانی به کشورهای فرنگی برای اینکه آموزش ببینن و برگردن. و سوم شروع مراکز آموزشی از اون بد و امر که تو مدرسه مروی اتفاق افتاد و بعد زیرزمین دانشکده فنی و بعد دانشکده هنرهای زیبا. این گروه وارد بازار کار میشن. معماری قالب یا معماری نئوکلاسیک اروپا بوده، نمونه‌ای مثل دانشگاه تهران، کارهایی که ماکسیم سیرو کرده، گودار کرده و همه تون میشناسید این کارا رو، یا معماری مدرن روز اروپا، کارهایی که بارتان کرده. و بعد در این میان یک موجی بلند میشه که این موج ادعا میکنه یا اعتقاد داشته که خب این داره تو ایران ساخته میشه، ایران چی؟ که تو این گروه بعضی از اونها با ارجاع به معماری قبل از اسلام، شاید نمونه شاخصش کاخ شهربانی تو میدون مشق که نمونه بارز معماری هخامنشیه با سرستون‌ها و ستون‌هایی که عین تخت‌جمشیده، یا وزارت امور خارجه که تناسباتش از کعبه زرتشت میگیره، یا موزه ایران باستان که از معماری دوره ساسانی الهام میگیره، یا بعضی از اینها معماری دوران اسلام رو میگیرن مثل کارهای آقای طاهرزاده، یا بسیاری از مجموعه های مسکونی که توی ایران تو مراکز مرکزی داریم، و بعضی از اینها ترکیبی از اینها رو، در واقع التقاطی از اینها رو، که شروع این قدیمی ترینش کارهای مارکوفه مثل دبیرستان البرز که هم کنگره ها و برج قلعه رو داریم از معماری قبل از اسلام و هم تاقهای جنادی رو داریم بعد از اسلام، و یا مدرسه فیروز بهرام و بسیاری نمونه های دیگه. و چشتراک این موج، موج اول اینه که همه اینا این عناصر رو به آریه میگیرن که در تمثیل به کار ببرن و ظاهر ایرونی بهش بدن. ولی تو این وسط چند نمونه هستش که شاید بارزترین اون کاری بوده که آقای مهندس سیحون توی مسابقه برنده میشه، مجموعه ابن سینا توی همدان، که این یه جورایی آدم احساس میکنه که از یک توانمندی برخورداره که به عنوان یک کانسپتی که میتونه با جدیدترین تکنولوژی که از به هیچ وجه از معماری سمبولیک چیزی به آریه نمیگیره، میاد یک مفهومی رو میده که حرف جهانی میزنه ولی بوی ایران رو داره. و یا گودار توی حافظیه، فکر میکنم خیلی همون دوست داریم حافظیه رو، قبول داریم مقبره حافظ رو، در حالی که به هیچ وجه عناصری که توش به کار رفته آشنا نیست،
ولی میپذیریم این کلاه درویشیه، دوست داریم که پوششش ورق مسه که با گذر روزگار زنگار میبنده، خیلی با حافظ میچسبه، و زیر تاقش شاهکار کاشیکاریه که خودش گنبد مینا ازش اسم میبره و نمونه های بسیار محدود، ولی الباقی رو ما میبینیم که بیشتر جنبه نمایشی داره. تو خیابون استانبول اگه برید بسیاری خونه ها رو میبینید که بالای سردر ورودیش ونگرکات داره و تو پیشونی ساختمونش فروهر داره. انگار ما اینا رو پذیرفتیم، ما معده خیلی قوی داشته تاریخمون، هر چی دادن هضم کردیم و همه رو از خود میدونیم و نسبت به هیچ کدوم بیگانه نیستیم و یه ترکیبی از اینها رو پذیرفتیم. متاسفانه جنگ جهانی و بعد از جنگ جهانی هجوم مهاجرا از شهرهای دیگه هم به خاطر محدودیت‌های اقتصادی و هم به خاطر مشکلات سیاسی که بوده و اینا می‌خواستن بیان توی شهر بزرگ بتونن گم بشن، پیدا نشن و در امان بمونن، هجوم جمعیت به تهران شروع میشه در بدترین وضعیت اقتصادی و اقتدار حکومتی و توسعه بی‌رویه تهران شکل میگیره. تمام این محله‌هایی که دارید می‌بینید از غرب و شمال، غرب و شمال و شمال شرق و از آریا شهر و شهران و شهرانی که وجود نداشته، شهر آرا و تهران ویلا و گیشا و امیرآباد تا تهران پارس، معماری که از سادگی معماری مدرن روز بی‌بضاعتی اون رو به آریه میگیره و همه ما دیدیم ساختمونایی که با ایوونای سراسری کم عمق و تمام شیشه تمام قد، با افتخار این که به لحاظ گرمایش و سرمایش به جنگ با طبیعت میرن و کاملا متکی به ماشینالات مکانیکی و انرژی غیرقابل برگشتن، ولی آتشی زیر خاکستر شروع میشه در همین مقطع. اون دانشکده‌ای که راه افتاد یا اون کسایی که این عشق رو به کشور داشتن، کروکیایی که ما از سیحون رو بیش از کارایی که کرده میشه به خاطر خدمتی که در آموزش معماری انجام داد به نظر من یادش گرامی و مورد تقدیر. این که دانشجوها رو با اتوبوس قرمز و سفید که بخشی از تداوم معماری ایران محسوب میشه اون اتوبوس، میبرد توی شهرهای مختلف، شهرهای دورافتاده و اینا رو به رولوه کردن و اسکیس زدن و در واقع آشنا شدن با معماری تشویق میکرد. ما همه هم میدونیم که اون چه که موقع کروکی کردن شما میبینید هرگز با ساعتها نشستن و نگاه کردن نمیتونید بهش برسید. در واقع اون دقتی که آدم میکنه داره به چیزایی فکر میکنه که محال اگر قرار نیست بیان بکنید فقط ببینید. این عشقی که باعث این پروژه ها میشه، این عشق آموزش نیست. آموزش ابزاریه که مدرسه، دانشگاه، ریاضی، علم، تکنولوژی بهتون میده، ولی اون عشق وقتیه که کروکی میکشید. تا وقتی که نشینید این کاربندی ها رو با دست نکشید نمیفهمید که این چقدر با ارزشه. چیزی که انقدر سهله چطور ما رو داره به اینجا میرسونه. این نسل، این افراد انگشت شمار بودن متاسفانه، ولی تأثیر بسیار جدی گذاشتن. اینا کسایی بودن که فضا رو و اصالت فضا رو درک کردن. وقتتون رو نمیخوام بگیرم، ولی میخوام به این نکته توجهتون رو جلب کنم. ما فضا رو خیلی به کار میبریم، ولی فضا رو بیایید ببینیم چیه.
وقتی میگیم فضا، سه تا مفهوم تو ذهن ما تداعی پیدا میکنه. وقتی تو زمینه علمی حرف میزنیم، فضا یعنی لایتناهی، یعنی بی انتها، یعنی بالا نداره، پایین نداره، شمال نداره، شرق، غرب، پشت، جلو نداره. اگر چیزی داره، اشیاء معلق درونه. حتی فکر آدم وقتی راجع به اون فضا مشغول میشه، بیش از چند ثانیه آدم خسته میشه، حتی نمیتونیم تجسمش بکنیم چون وجود نداره. و عجبا که وقتی به معماری میایم درست برعکس میشه. فضا توی معماری از جایی شروع میشه به شکل گرفتن که به وسیله یک عنصری تهدید میشه، با هجینی البته، و احساس میکنید که میشه گفت جلوش، عقب، یه ردیف درخت دنیا رو به دو بخش، این ور درخت و اون ور درخت تقسیم میکنه، یا اگه سه تا صفحه میذاریم ایوون رو شکل میدیم و شروع شکل گیری فضاست. سومین مفهومی که ازش استفاده میکنیم تو فضا، اصلا وجود واقعی نداره، یک برداشت ذهنیه. وقتی میگیم که نقاشی ون گوگ رو میبینیم، چه فضایی رو متصوریم؟ رمانی که خوندید چه فضایی ازش تو ذهنتون هست؟ قطعه موسیقی که شنیدید مدتی بعد چه فضایی از اون گرفتید؟ این اون فضاست. فضاییه که زمان میبره، فضاییه که با یاد و خاطره و آرزو و اینها عجینه. من فکر میکنم، نمیدونم درست این حرف رو بزنم یا نه، معمولاً صدها سال طول میکشه که یک اثر معماری امتحانش رو پس بده و آدم ببینه که مردم پذیرفتن اینو یا نه. خیلی آثار معماری وجود داره که بعد از گذشت سالها آدما میفهمن که باهاش ارتباط دارن، اون فضای سوم رو ازش متصورن. میدونم آقای سمانت دوست ندارن این صحبت ها رو، ولی من باید بزنم. واقعا موهبتیه که مهندس امانت خیلی زود در جوانی دیدن که چقدر جامعه این ارتباط رو گرفت. اینجا رو که ما نگاه میکنیم، اون سه قله متصل رو از دوره ساسانیان، اون قوس حلوچین وسط یا ساده شده سهمی به قول آقای مهندس، از ساسانیان اون رو داره. اون قوس جناقی برداشتی از معماری دوره سلجوقیان و کاربندی ها، کاشیکاری ها، صفویه، تمام قله ها رو اینجا داره. مساله مسالهیه که هرگز ما تو معماری خودمون نداشتیم. رنگ، رنگی که ابدا نداشتیم. ما هیچ ساختمان سفید رنگی نداریم. سفید فقط به اسم سینگل تو قاب کردن تاق ها استفاده می شده، خیلی با وسواس، ولی این سفیده، براقه، ترکیبش با آبی دو تا رنگ مدرنه. این که این سنگ ها کوچیک میشن، من دوست دارم مجسمه داوود رو تو تعبیرش بیارم. مجسمه داوود از عکسی که از روبروش گرفته شده باشه اگه ببینید، اصلا به اون زیبایی نیست. دستاش خیلی بلنده، سرش خیلی گنده است، ولی برای کسی ساختن که قرار از پایین ببینه و اونو موزون ببینه که بشه داوود، و این اون پروژه است. ولی اینجا چه اتفاقی میفته؟ یا حتی فرم ها، الان همون قسمتی که داریم حرفشو میزنیم، مهندسای دانشکده فنی فکر کنم اینجا حضور دارن، فکر میکنم از همه بهترین فرم رو میشناسن. اون فرم، فرم زینسبیه، ما هرگز نداریم تو معماری ایران. ولی ببینید، نه تنها از اونها استفاده نکرده، اومده یه کار مدرن اتفاق افتاده، ولی اینو میگه. قطعاً کسی که از اونجا رد میشه این تعاریف رو نداره، ولی به جان دل حس میکنه این ارتباط رو. در هر صورت این بحث رو میشه همچنان ادامه داد، به خصوص توی پروژه هایی که ما بافت رو
میبینیم که در واقع اینجوری خدمتتون بگم که ما سه تا عرصه مکانی داریم، تک بناها به مثابه نقطه، بافت به مفهوم سطح و لبه و بدنه به مفهوم خط. ارزشی که یک بافتی شکل گرفته از معماری ایران گرفته بیش از جمع جبری تک تک خونه هاست، برای اینکه هر ساختمونی علاوه بر اینکه ارزش‌های خودش رو داره، با نحوه قرارگیریش فضاهایی رو ایجاد میکنه که اونا هم ارزشمنده، که اینو تو بخش بعدی صحبت خواهیم داشت. و فکر میکنم از این نظر که جا در قلب مردم داره این آثار، کم پروژه‌ای هست که انقدر مقبول طبع مردم صاحب نظر بشه و حتی تا ترانه ها جا باز بکنه. منظورم پروژه دریا کناره. ممنونم. با تشکر از The Man Behind The Most Famous Tower in Iran و بابک عزیز، یک بریک 15 دقیقه‌ای میگیریم و قسمت دوم به شکل پنل برگزار میشه، سوال و جواب از آقای امانت و نحوه کارشون، تجربیاتشون. در صورت 15 دقیقه بعد میبینیمتون اینجا. و چراغ راهی برای نسل آینده در اون مقطع باشه. دلیل عمدش هم اینه که ما به عذر زندگی نوین شهری، حیات و آسایشی که حیات میاره رو حذف کردیم. این پروژه شاید به مفهوم ظاهری خودش خیلی به چشم نسل جدید نیومده باشه، ولی از کارهای شاخص و بسیار ارزشمنده. مهمترین نکتهش اینه که با توجه به تمام اون صحبتهایی که شد، توی شلوغترین نقطه شهر که هیاهوی شهری و ترافیک و انواع کاربری ها از تقاطع دو تا بزرگراه و یه بیمارستان و همجواریش، الان که دو تا زیرگذر و روگذر در کنارش هست، به یک محیط آروم، چیزی که آدم یادش میفته، همتون تجربه کردید فکر کنم، تو اون هیاهوی بازار و سبز میدون وقتی اون پله ها رو میرید پایین به مسجد بین الحرمین میرسید و اون پرنده ها پرواز میکنن، اون آرامشی که تو اون هیاهو و سر و صدا ایجاد میشه، اینجا همون اتفاق میفته. یعنی در قلب تهران اوج آلودگی صوتی، آلودگی هوا، آلودگی بصری، یهو به یه آرامشی میرسید که واقعاً محیط امن و آسایش برای یادگیریه. نکته مهم این پروژه اینه که اولین و تنها پروژه‌ایه که دو پوسته است، هم درونگراست، هم اون محیط امن رو ایجاد میکنه و هم برونگراست. ما نمونه های مشابه این داریم که خیلی هم با ارزشن، ولی آن چه داره در درون داره و از بیرون با چهار تا دیوار خودش از فضای شهری منفک میکنه و اون بخشی از اون نمونه هاست که باعث شد هرگز اون توسعه پیدا نکنه. ولی این پروژه که در قلب خودش این حیات مرکزی رو داره، تونسته با اون رواقایی که داره و اون ساختمان‌های پیرامونی خودش یه فضای امنی ایجاد بکنه. بله. تفاوت شما هر وقت بله، نه فقط این برنامه، این پروژه رو خود ما نوشتیم، یعنی ولی می‌بینید که یه حیات اصلیه که دانشگاهی دور اونه البته، ولی یه ورودی داره، اون جریانی که گفتم استپ با استپ شما میایین تو و این بله، این حیاته و بعد یه دروازه است که خیلی شبیه دروازه های ایرانی تو مساجد و اینها هست و از اینجا وارد میشه و بعد مثل همه این مساجد چهار تا از اینا
این روبرویی میرسه به یه نهارخوری و بعد student union. ولی این چهارتا این حیات رو دیفاین میکنن در حقیقت. و بعدم هر کدام از این ایوانهایی که اینجا و این سه تا ایوانی که اینجا هست هر کدام قرار بوده راه داشته باشن به توسعه آینده این دانشگاه که همه چی فراموش شد. قسمت فوق لیسانس حیات خودشو داره و بعدم خدمتتون حالا بعدم بقیه چیزا رو توضیح. در واقع اون بحث توالی فضاها هم به لحاظ شرایط فیزیکی و محیطی و هم سلسله مراتبی که حریم‌های اون فضاها رو ایجاد کنه رو ما اینجا به وفور می‌بینیم. در اصل اینطوری باید بگیم که قابلیت توسعه این به این گونه بوده که این حیات رو اینجا داریم. چهار طرف اصلیش نماهاییه که در توسعه از گوشه‌ها حیات‌های دیگه شکل می‌گیره و اگر همینجا یه تصویری از بافت قدیم بذاریم می‌بینیم که اون هسته قابل توسعه همون معماریه. اگه جلوتر این نمایی که می‌بینیم همونجوری که خدمتتون عرض کردم یک ساختمان درونگرا که به هیچ وجه تجلی ظاهری خودش رو به عنوان یک فضای شهری فراموش نمی‌کنه و محال آدم با دیدن این و مناسبت‌ها و ارزش‌های بصری این که این بدنه شهری داره اون بخشی که به مسابقه خط خدمتون عرض کردم توی این نماها نبینیم و باز میبینیم که کانسپت حتی شکلی رو داره ولی به شکل‌های مدرن اون رو بیان میکنه. و عرض کردم یه سردرهایی که دروازه های هست یکیش اینجاست اگه بری قبلی این یکیه. اینا درست اون وسط اون حیات هم درست مثل یه مسجد. من اینجا در نقش منانم که رستم بود پهلوان دارم خدمتتون عرض میکنم. اگه بریم جلو من میریم. بله این استاید رو گذاشتم که یه مقداری بگه که از بعضی از فرصتها چطوری استفاده کردم. مثلا اون بالا اون سکشن رو از یکی از این ایوانهای ورودی بله میبینیم که در حقیقت طبقات رو شکستیم و زیرش رو مرتب کردیم شده مثل کاربندی استاد شاگرد توی مسجد جامعه. و این هم یکی دیگه است که در حقیقت پله های کف آدیتوریوم رو کردیم همون فضای ورودی که مثل یه دهنی میخواد شما رو بکشه تو. اون بحث پرهیز از بیهودگی که مطرح می کردیم که در واقع من به نقل از زندیات پیرنیا خدمتون عرض کردم توی اونا می بینیم. یعنی با دیدن این ایوونا به هیچ وجه آدم فکر نمی کنه که آدم فکر می کنه خب ارزش بصری داره. اینا چون مقطع رو می بینید الان واقف می شید وگرنه این با کشف و شهود قراره پیش برید. شما یه ایوون دعوت کننده رو که داره میمه که دعوتتون میکنه به سمتش میرید و بعد وقتی فضا رو میرید متوجه میشید این گردنهایی که دارید روش نشستید همون شکله. و باز میبینیم که پرهیز از بیهودگی و اینکه هر عنصری هر بخشی از طراحی چند منظور رو داره در پی خودش اینجا از نمونه های بارزمونه. و بعدم این تیغه ها خیلی ساده همه تیغه هایی باربر هم. که یه نظمی البته یه مدولی رو یعنی دنبال می کند و بعد چون این تیغه ها بعض وقتا خیلی عمیق بودن بینش رو با یه قوسی باز کردیم که مثل یه رواق شده دور تا دور و می بینید که مثلا یکی از اون آدیتوریوم هاست که اون قسمت بالاش بعد و توی مجموعه هم همه چی دیوار اکسپوز در حقیقت آجر نمایانه. توی دانشگاه ریامر که اولین کاری بوده که با آقای ایرانپور ما کردیم شریف اونجا با عجله
مجبور بودن دیوار پرتان یا دیوار حمال بذارن و برق و اینا همه از روی لوله کشی ها شما میبینین توی دانشگاه. اینجا بعد از دانشگاه شریف شده اینه که این کاندویت های برق و اینا گم شده توی دیوار ها، ولی هنوز همون ایده آجر بله هست. عرض میکنم به مثلا این گوشه هایی که توی اودیتوریوم ها بله اون بالا هست یا اینا رو یه جوری استفاده کردیم، یه فرم بیرونیه ولی در ضمن جای تهویه و انبار و این حرفاست توی این کلاس ها. هیچ تلف نشده چیزا فضاها. این اون گوشه هایی که توش یا داکت ایرکاندیشن یا اینکه یه انبار. ما برنامه‌ای که در واقع داشتیم همون جوری که خانم استقلالیان گفتن اینه که توی جلسات بعدی بتونیم از تجربه مهندس امانت و ذائقه‌ای که مقبول بودنش رو زمان نشون داده تأثیرش رو توی پروژه‌هایی که اینجا ادامه دادن ببینیم. قطعاً ایده هایی بوده که به نظر با ارزش می اومده ولی اینجا شاید جایگاهی نداشته و برعکس ایده هایی بوده که آدم میگیره. ما هممون تو پروژه هایی قرار گرفتیم که احساس کردیم چقدر این فضا ایرانیه در حالی که معمارش ایرانی نبوده. بعضی کارهای میر با تمام تفاوتی که داره آدم یه احساس ایرانی بودن میکنه، بعد آدم وقتی فکر میکنه متوجه میشه که یه جایی شبیه معماری ماست و اون که موضوع ثابته ولی هنر در تکرار اون و نحوه ترکیب اون یا قرارگیری در موقعیت‌های متفاوته. ما یک فضا رو می‌بینیم ولی می‌تونیم از پایین ببینیم، می‌تونیم از کنار ببینیم، بعد می‌ریم بالا از لای یک درزی از یه زاویه دیگه می‌بینیم. اتفاقی که تو معماری ما زیاد می‌افته. شما تو زواره که راه میرید میتونید از دو تا در روبروی همه مسجد جامع زواره وارد و خارج شید، میتونید از کوچه کناریش رد شید، میتونید از این پله هایی که این بغل است برید و از روی پشت بوم برید. تو روز اینو میرید، تو شب اینو میرید، با دوستتون وقتی میخندید اینو میرید، وقتی میخواید آرامش داشته باشید اون یکی رو میرید، میتونید برید از تو تیمچه رد شید برید و تو همه اینا پرسپکتیو های مختلف رو میبینید از این مسجد. و توی این پروژه این پروخالی بودن ها با وجود این که از دو سمت هم رو به درون و حیات و هم رو به برون رو به معبر عمومی نورگیری اتفاق میفته، ولی کنترل نور به شکلی برای فضای آموزشی اتفاق میفته که میبینیم از سقف و به صورت کنترل شده نور رو پاشیده به پایین. ممکنه یه اسلاید باشه اینجا؟ بله، من فکر می‌کنم این اسلایدها رو بریم جلو چون مثلا بعید می‌دونم وقت به چیز برسه، ولی توی اون فضاها دو تا اتفاق می‌افته و اون کنترل نوره که مناسب فضای آموزشی باشه و باز کردن پرسپکتیوهایی که این ما رو به نمی‌دونم مسجد جامع اردستان بودی تو ایوون مقابل قبله یک راه روی در میانه ایوان داره با یه دیوار مشبک رو به باغ پشت، باغ جلوه که اصلا حضور در اون فضا بی نظیره. یعنی شما اصلا یه چیزایی رو میبینید از اون معماری انگار امروز یه جایی رو برای عکاسا پیشبینی کردن که برن از اونجا عکس بگیرن که از اونجا قشنگ دیده بشه و این اتفاق افتاده. یا خونه بیگلربیگی توی ماهان، من هر وقت اونجا رفتم میگفتم ای کاش علیزاده اینجا الان ستار میزد و میگفتم ای کاش دشتی بزنه. حتی اینجوری تو ذهنم تصور میکردم.
اینقدر این فضا برای ما آشنا بود و این اتفاق رو تو این پروژه ها با تمام این که اینو یادمون باشه صحبت 40 و چند سال پیشه و تو اون مقطع به همین سادگی باز کردن میدان های دید، پاشیدن نور، پرسپکتیو های جدید رو باز کردن، من بسیاری از دانشجوهایی که اینجا درس میخونن رو دیدم که شیفته اینجان و شیرین ترین لحظات آموزشیشون رو گذروندن. یادم میاد من دانشگاه آزاد که میرفتم خدمت بعضی از دوستانی که اینجا هم هستن، پنجره هاشم آجر کشیده بودم برای اینکه اصلا اون نور و اون سر و صدا و اینا، این اتفاق اصلا نمیشد این کارو کرد اصلا. ولی واقعا این فضاها در این حال که نشان از اون معماری داره و داره وصل میکنه این زنجیر خودش رو به اون حلقه گم شده، داره حرف روز میزنه و حیف که این ادامه پیدا نکرد. من همیشه فکر میکنم که اگه شهیاد رو داریم میبینیم، معماری پارامتریک رو چرا یکی از ایرونیا پیش نگرفت؟ سرچ کنید، یه گوگل کنید معماری پارامتریک، تصویرهایی رو که میاد نگاه کنید واقعا نمیشه گفتش که از این خطای شهیاد یا اون درون شهیاد، اون پیکره اون میشد به این رسید. به نظر من میشد ولی هیچ کس ادامه نداد، جا داشت که این اتفاق بیفته. بعدی این چی؟ بعدش چی؟ بعد میگم داریم میری عقب، خبر نداری. خب اگه برو به طرف آخرش تموم شد. ما صحبت که اینجا داشتیم قرار بود که من خودم توی صحبتی که با خدمت آقای مهندس بودم، اطلاعاتی رو از ایشون شنیدم که خیلی فهم میاد که شما نشنوید. برای من بسیاری از این اسناد و مدارک رو شاید بشه تو کتاب‌ها یا توی چیزا دید، ولی اینکه این پروژه رو تو چه فضایی کار کردن، چه ذهنیتی داشتن، از وقتی که پروژه شهیاد انتخاب شد تا وقتی ابلاغ شد چه حال و روزی داشتن، محل کارشون کجا بود، روبرو پنجره روبرویی چه اتفاقی میافتاد، دلنگرانیاشون چی بود، ایده هایی که داشتن چی بود، اینا سوالاییه که من خیلی دوست دارم آقای مهندس امانت تا اونجایی که خودشون صلاح میدونن فکر میکنم برای شما هم جذاب باشه و در واقع اگه بتونید رو این تو این زمینه صحبت کنید من لذت میبرم. برای اینکه معطلتون نکنم، وقتی شهیادو کشتیم زیر زمین خونم بود و چیزم، بعد به اعتبار شهیاد رفتیم پلو دکتر مشتهدی به تشویق منوچه و دکترم گفت شما دوتا برین، ما دو نفری ما رو با هم شریک کرد، ما اصلا کاری نهشیم با هم، فقط دوست بودیم. رفتیم با هم این کارو دانشگاه، اولین ساختمونای شریف و که کتابخونه و دوره عمومی میشه، ظرف 3 ماه ما ترک کردیم، ظرف 8 ماه تموم شد all together. برای اینکه اون میخواست مدرسه رو مهوا کنه و قول داده بود و خیلی سریع بعد میساختن. حالا دفتر اول ما خونه بود که عبد شریف هم تو خونه یه مقداری کرد. وقتی که قرارداد شهیادو بستن ما رفتیم تو خیابون زرتشت، ببخشید خیابون کاخ شمالی کوچه رازقی، اونجا یه ساختمونی از یه آقای دکتری کرایه کردیم طبقه دومشو و چون گفتی از پنجره اون کیو میدیدیم، شاملو روبروی ما طبقه توی ساختمون روبروی اون ور کوچه بود، کوچه هم 6 متری بود، زندگی اون بدبخت که حتی پرده هم نداشت بزنه جلوی چشم ما بود. بچه ها می رفتن
بهش کتاب میدادن و من هیچ وقت متأسفانه باش حرف نزدم. ولی فریبرز صحبا که معمار لوتوس تمپله که میشناسین در هند، اون اون وقت با من، اون 7 سال با من کار کرده و اون هی میرفت باش حرف میزد و خیلی اهل ادب بود و خیلی جالب بود. در این جایی بود که ما کار میکردیم. و بعد؟ و بعد رفتیم خیابون زرتشت یکم بالاتر نزدیک بیمارستان مهر، اونجا یه ساختمونی ساختم برای پدر مادرم، طبقه پایینش 2 طبقهش آفیس ما بود که همه اینا مصادره شده. و بله اون وقت بعدش اینجا بودیم، در ونکوور بودم من. یعنی از نوامبر 1979 ما از ایران اومدیم، 78 اومدیم بیرون، 79 انقلاب به ثمر رسید فبروریش. اون وقت من انگلیس بودم، تا 1 سال انگلیس بودیم، چون من پروژه داشتم که با اوروب کار میکردم، برام راحت تر بود که نزدیک دفتر اونا باشم که تو لندن بود. و بعدم ایمیگرنت کانادا شدیم و اومدیم ونکوور. در خدمت آقای مهندس، اون پروژه های دیگتون، من جمله موزه پاسارگاد، من جمله شهرک دریا کنار، بله، راجع اونا میخواید صحبت کنید؟ بله، عرض میکنم به همین اعتبار ما یه روز با منوچهر، باز به اصرار منوچهر، چون پسر آقای بهبهانیان که اون وقت معاون وزارت دربار بود، منوچهر خیلی اهل پابلیک ریلیشن هنوزم هست، و حسین بریم پلوی آقای بهبهانیان، چون پسرش با ما همکلاس بود میشناختیمش، رفتیم پلوی معاون وزیر دربار، یعنی رئیس حسابداری اختصاصی بود. رفتیم بهش گفتم آجون این من این مسابقه رو بردم ولی قرارداد نمیدم، چون 1 سال طول کشید و من میترسیدم بدن به کسای دیگه. اونا آماده بودن؟ بله. و منم قرار بود برم، پذیرش داشتم برم امریکا تحصیل کنم، همه کار عقب گذاشته بودم به امیدی که این کار رو بگیرم، ولی نبود. دوره سختی بود. رفتم برای دکتر مشتهدی و بعد از اینکه حرفمون تموم شد، چون رئیس دانشگاهش آریامهر شده بود اون وقت، حالا شریفه، و گفته بود که میخوام، به شاه گفته بود من هر چیز زودتر شروع میکنم. واقعا عجیب بود. اینو واقعا تو 9 ماه ساختمون رو حاضر کرد، بچه ها رو کرد، در کلاس ها رو شروع کرد. استادا رو رفت از خارج گرفت. همه کاری رو در این مدت خیلی کوتاه کرد. و ما هم از همون ملاقات کار دانشگاه شریف و کتابخونه‌ش و دوره عمومی‌ش رو داد به ما. که آقای بهبهانیان هم رفتیم به همین، من ایشون هم میخوام ببینید وضع ایران وقت چی بود، انقدر میخواستن بسازن که کسی نبود ترک کنه. اینه که ما رفتیم آقای بهبهانیان رو ببینیم، آقای بهبهانیان هم گفتم من یه میخوام یه که رخکن استخر بسازیم برام. ما رفتیم با ایرانیت، اگه میدونین چیه، و اسکلتولزی، خیلی سریع یه رخکن استخر ساختیم که منجر شد به این که چند تا خونه ساختیم، من و منوچهر اونجا با هم. آخریش 400 تا بود که نه بله انقلاب شد. بله. ولی شهر دریا کنار رو، شهرک دریا کنار رو فرانسوی ها شروع کردن، چیزایی مثل مراکش ساخته بودن اونجا، چون فکر کردن اومدن ایران باید شرقی کار کنن، از این دهکده های مراکشی اصلا ربطی به هوای دریا کنار نداشت. بعدم آقای سردار افغانی بودن، فکر میکنم 58 خونه ساخته بود. بعد من و منوچهر چند تا ساختیم، من فکر حدود 1000 تا خونه اونجا ساختیم. من چون مهندس امانت خیلی جاها شکست نفسی میکنم، باید وارد ماجرا بشم. نمیدونم شهرک دریا کنار رو دیدید یا نه، احتمالا خیلیاتون دیدید.
اون ساختمانای مراکشی همون ساختمانای موسوم به شیروانیه که جزو ساختمانای نامرغوب شهرک دریاکرم محسوب میشه. شیروانی ها مال آقای سردار. سردار قبل از اون یه چیزایی هست مثل دهات ایرانه. مراکش هستش هنوز؟ بله هنوز هست. شرق. و ساختمانایی که طراحی شده توسط مؤسسه‌مانت اون ساختمانایی که بخش عمدهش اون ساختمانای موسوم به موشکیه. دلیلش اینه که توی پلن یک مربعه که یک قطر داره، یعنی شیب دو طرفه داره و نوکش تیزه. و این بعد از این بود که هر جوری می ساختیم بارون می اومد تو. پدیده ما سقف رو یه جوری گوشتیم که بارون نیاد تو، یعنی که مثل موشکه، یه مربع تا شده است. اگه تو شمال کار ساختمونی کرده باشید، کجبارون یه پدیده بسیار جدیه توی شمال و کجبارون شمال به خصوص بین فریدون کنار و بابل سر سمت غرب و شمال غربه، اون بادیه که بارون رو میکوبه روی نمای ساختمون و اینا تمام این ساختمونا در دو امتداد ساختمونای دوپلکس به مفهوم اروپایی و ایرونیش، نه اینکه اینجا میگیم بغل هم، نه دو طبقه، در واقع سقف همه اینو پوشش میده و ایزولاسیونی که داره جلوی کجبارونو میگیره. محصول قضیه وقتی از دور از تو جاده رد میشید مثل یه سری پرنده است که همه یه ورا نگاه میکنن. این هم بخشی از اون دیدگاه پارامتریکه که وقتی به یه ادبیات تسلط پیدا میکنید، وقتی منطقی کار میکنید، محصول قضیه مثل طبیعت زیبایی خودش رو پیدا میکنه. این شرک دریا کنار، من مؤسسه‌مانت رو اینجا که اومدم افتخار آشناییشون رو داشتم. بچه های ما توی شرک دریا کنار زندگی کردن و تجربه کردن. ما توی تهران توی آپارتمان محبوس بودیم تا یه پروژه گرفتیم توی دریا کنار و رفتیم اونجا. جایی بود که بچه های کوچیکمون رو میتونستیم به راحتی بگیم برید بازی کنید. آدم های وسواسی مثل بنده و همسر بنده بچه هامون میگید برید بازی کنید. فضاهایی که درست اون چه که در معماری کویری داریم اینجا با فضای سبز داریم، یک شبکه پیاده متصل با فضاهای دست و دل نسوز سبز میان ویلاها. هر ویلایی به یک فضای باز بزرگ دسترسی داشت که اتومبیل نمیتونست بره توش، حتی موتورسیکلت نمیتونست بره توش، بنابراین میتونستید برید اونجا. قدم زدن توی ایران شاید تنها جایی که آدم میتونست لذت ببره مثل اون چیزی که شاید تو ونکوور آدم لذت میبره فقط توی دریا کنار میسر بود. زندگی در اون در حالی که میدونید خضرشهر همسایه اون بود ولی هرگز اون جایگاه رو نداشت. ممکن بود ویلاهای گرون توش ساخت بسازن ولی هرگز در از حضور در اونجا تجربه زندگی در طبیعت رو نمیشد یاد بگیریم. پروژه دیگه‌ای رو که من فکر میکنم لااقل من خودم قبلا نمیدونستم و بسیار با ارزش بود، موزه پاسارگاده که نمیدونم تا چه حد میدونید و خیلی دوست دارم آقای مهندس در این مورد یه اطلاعاتی به ما بدید، برای اینکه از کارهای بسیار با ارزش بوده. موزه پاسارگاد، من آقای پهرود بعد از شهیاد من بیکار بودم یه مدت زیادی. آقای پهرود من رو صدا کردم، دو تا پروژه به من، یکی مرکز کارگاه‌های هنری وزارت فرهنگ و هنر، حالا اسمش میراث فرهنگی، یکی هم موزه پاسارگاد، که خب من اینقدر عاشق همه این حرفا بودم، مخصوصا پاسارگاد که واقعا از بچگی که اونجا رفتم اصلا یه روح عجیبی داره اونجا، امیدوارم که به هم نخورده اون. بله. و من وقتی این پروژه رو دادم خیلی 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 اکسایتد شدم. من معمولا تو خیلی از کارا ماها طول میشه تا فکرم رو جور کنم ولی این موزه رو خیلی تند کشیدم و این موزه
اولا همش زیر خاکه، به خاطر نزدیکی به قبر کوروش همش اصلا صفر صفر، شما هیچ توی دید وارد نمیشین، هیچ، فقط یه رامپی میره پایین، میره باز دوباره همین مراحلی که کیوان عزیز گفت که ببخشید بابک عزیز گفت که از شما از استیج با استیج وارد یه جایی میشین که اون داره. ولی به نظر من این میخواستم به بابک عزیز بگم، ولی نمیدونم، به نظر من ایده ایوان از دوره تخامنشی بوده. توی پرسپولیس ایوانی که اصلا اینا تو ایوان زندگی میکردن، ولی البته میرفتید توی اون صد چی اسمه؟ بله، یه حال تشریفاتی داشتن که بسته بوده، بله. ولی ایوان هم خیلی یکی از فیچرهای مهمه، فکر میکنم تو ترجمه شده و اونجا هم همینطوره، از میای پایین وارد یک فضایی مثل هشتی میشی، بعد میای توی حیاتی و بعد میری از یه وستیبولی میری که بری پایین استیج با استیج تا توی این سالن موزه که توش اشیا هست. ولی این نصفه مونده و یه آقایی به نام علی مظفری با که توی استرالیا تدریس میکنه، یه وقتی با دانشجوهای استرالیایی اومدن ویزیت کردن، من که نبودم، به من تلفن کردن که ما این کار تو رو دیدیم، برامون توضیح بدی چطوری این کار کردی. ولی رفته بودن اونو عکس گرفتن و یک کتاب راجع به این نوشتن و در حقیقت یکی از آثار تاریخی مدرنه، چون ولش کردن اونجا متاسفانه. و به هر حال بیشتر رو همین روشی که بابک میگه که کاملا ایرونیه، این فکر رو این کار شده، متاسفانه عکسش رو اینجا ندارم. لطفی خانم اگه موافقی، من فکر میکنم به احتمام خوزدار در اینکه من فکر میکنم دوستان حتما سوال دارن، یا لااقل اینو کسی صحبتی یا سوالی اگر داره بفرمایید. خانه دریا ماده آقای مهندس نیستیم، یه پروژه جدیده تا جایی که میدونم. من سوال دارم راجع به فور، یه سری المان ها شما میذاریم میفرمان که این ایده رو الوا میکنه به استفاده کنند، این الوا آیا همینطوری اتفاق میفته یا آموزش میکنه؟ این چطوریه؟ یعنی مثلا من به عنوان استفاده کنم از اون ممکنه متوجه نشم، این چطوری ایده شما به استفاده کننده منتقل میشه؟ شما صحبتی دارید یا من عرض کنم؟ نه، وقتی میگیم القا میشه یعنی کسی که هیچ پیش‌داوری نداره و هیچ آموزشی ندیده باید اونو بفهمه. من اینجوری خدمتتون بگم، شما توی بافت قدیم یزد چشتون رو ببندن یه جایی شما رو بذارن، شما میتونید راه خودتون رو به مرکز شهر پیدا بکنید. چجوری؟ با برداشت ذهنیتون. توی کوچه باریک هستید که رو به یک سمت نگاه میکنید، میبینید داره باریکتر میشه، این ثابات ها به هم نزدیک میشن، تاریکی بیشتر میشه. این سمت رو نگاه میکنید، کوچه داره باز میشه، عریضتر میشه، نور هست، شیب رو به این سمته. چکار میکنید؟ انتخابتون رو بگید، نه شما، هر کسی. قطعاً اگر میخواید برید جایی که مرکز شهر، میفهمید کدوم طرف برید، راه میفتید به سمت جایی که وسیع‌تر میشه. وقتی داریم ایوون رو میگیم، شما فرض کنید از سه طرف بسته است، دیوار دارید، از یه طرف بازه، میخواید اونجا بشینید یه آروم و قراری داشته باشید، کجا میشینید؟ رو به کجا میشینید؟
90% آدم ها، این 90%ی که میگم یه زمانی تحقیق کرده بودیم این واقعا، پشت به دیوار وسطی، دیوار دو تا دیوار دیگه حائلتون و رو به جلو، انسان دوست داره از قابلیتاش حد اکثر استفاده رو بکنه. انسان دوست داره از حواس پنجگانش به بهترین نحو استفاده بکنه. جایی میشینید که بیشترین دید رو داشته باشید و کمترین میدان دید رو ایجاد کنید برای بقیه. میل به خلوت تو حضور همه ما هست. مگه آدم قهر باشه یا کمی قبل از خودکشی باشه که تو ایوان رو به دیوار بشینه و پشت به فضای باز؟ این چیزی نیستش که بره. چون ببینید یه چیزهای رنگ و بوی محلی داره، ولی یه چیزهایی مال همه انسان هاست، حتی حیوانات. چرا برای اسب این دوتا رو میبندن، این کنارها رو؟ برای اینکه وقایع پیرامونی تأثیر روی نذاره و رم بکنه. حتی توی حیوان ها این قضیه هست. معروفه که میگیم زندگی شهری جدید به خاطر عدم رعایت اینا مجبوره با تابلو و پلیس و اینا. مثلا بسیاری از شهرک ها هست که شما وقتی وارد میشید باید یه مسیر طولانی رو طی بکنید، بعد برسید به خونه ای که همون اول میدیدیدش، ولی یه جوب نمیذاش شما رد شید. به مرور میبینید مردم اون جوب رو پر میکنن، مردم رو اون پل میزنن. ولی معماری که ما داریم میگیم این القا، مطمئن باشید که خب این شگرده. شما معمار که نیستید فرمودید، در واقع این راهکارهاییه که چگونه گول به اصلا فرق هنر و علم همینه. علم به واقعیت‌ها فارغ از برداشت انسان میخواد برسه و حتی میخواد خطاهای انسان رو حذف بکنه. هنر کاری به واقعیت نداره، معماری کاری به واقعیت نداره، میخواد برای انسان اون تعبیر ایجاد بشه. اگر شما جایی که زندگی میکنید احساس گشایش میکنید، بسه. نه ببینین شما ممکنه ساز نمیزنین، یعنی موزیک نمیشناسین، ولی آهنگ قشنگ بزنن میفهمین قشنگ. این آهنگ توی معماری ایران عبارت است از هزار جور نوت. حالا یه چند تاشو بهتون میگم. یکیش تناسب فضاهاست، یکی و توالی اونا، یکی بلند کشیده است، یکی کوچیکه، یه هشتیه، یه حیات بازه. اصلا این مثل یه مش نوت رنگای مختلف پلو هم. و شما که میرین توی مسجد را میرین این نوتا رو حس میکنین بدون این که موزیک بدونین. و خیلی از این زیبایی ها توی معماری ایران به این ترتیب درست میشه، ولی یه مقدارش هم فرمشه. همین قوس تیسفون خیلی قشنگه. من فکر میکنم برای ایرانیان وقتی این ارتباط رو با تاریخ قدیمیشون حس میکنن باهاش ارتباط پیدا میکنن. و عرض من به این دلیل بود، یا اقلا احساس من این بود. بفرم پس بلند بفرم. Thank you.
مرسی. ولی من خیلی کوچکتر از اینم که بتونم یه حرف بدم. ولی من خودم راجع به طراحی معماری بدون اینکه اصلا فکر کنیم اینجا وود فریم کار میکنن یا بتون کار میکنن یا خواسته هاشون متفاوته اینا، ببینین یه چیزی در نفس انسان همه انسان ها مشترکه. مثلا یه موزیک زیبا رو اغلب انسان ها دوست دارن، ولی چون مسئله موزیک زدیم، ولی اون موزیک خوب در معماری من فکر میکنم یکیش مراجعه به حقیقت پروژه است. یعنی کسی که در همه چی راستگوه، کسی که بی خودی یه چیزی به یه جایی نمیچسبونه و بی خودی یه فرم بیمعنی یه جایی نمیذاره. این فقط یعنی صداقت کامل به نظر من از اونجا شروع میشه برای طراحی. میدونید چون با همون صداقتی که شما متریال درست انتخاب میکنید، فکر صاحبکارتون هستین، مواظب این که اون چطوری راحت زندگی میکنه یا اینکه کارش گرون نشه، همه اینا با هم میاد. و فکر میکنم من توصیه‌ام اول از همه اینه که متوجه حقیقت بود در طراحی و در کار در همه چی. من فکر میکنم ولی بقیهش واقعا بازار اینجا الان که خوبه، همه احتیاج دارن به معمار، فکر میکنم برای شما اشکالی نیست کار پیدا کنیم. ولی اینی که آیا ایران رو میشه اینجا منعکس کرد، من نمیدونم چطور میشه. ولی اگه شما قلبن معماری ایران رو آموختین و دیدین، این خودش از قلم شما ترشح میکنه به نظر. لازم نیست که به زور یک کار بگین قوس بزنین بگین این ایرانیه. این اینطوری نیست به نظر. البته اینو میدونیم. ببخشید بگو آیه بابا چون اونجام. نه نه خواهش میکنم. بله اونجا هم یه دست یک دو تا دست بفرمایید. جناب بابا چون سوال من جنرالی هستش، من اول یک سوال دارم بعد باز یه سوال دیگه که جوابش مثبت بود سوال دوم مطرح. سوال اولم اینه که در تمام نوشتار و تاریخ ما برمی‌گرده که اساطیر ما هخامنشیان و ساسانیان هم تو که شما هم برمودین حدوداً روشن، ولی این میگون اشکانیان فراموش شده است. یعنی با ایرانی ها به جمله خیلی از این ها کم میده. ولی در معماری مسئله بسیار این گسستگی از کجاست؟ سوال دوم هم اینه که آیا شما این رو قبول دارین که میگوین شعر قدرت، معماری شعر قدرت میگذاره درسته؟ سوال اولتون جوابش مثبت منفی نیست. من آدم صاحب نظری در مورد اون سوال نیستم، ولی نظر شخصی میگم. به نظر من دوره اشکانیان در واقع دوره نفوذ تمدن یونانی بوده و به ندرت میشه توش چیزی دید که از گذشته معماری ایران گرفته باشه یا به بعد خودش منتقل کرده باشه، با اینکه خیلی طولانی بوده، دوره بسیار طولانی بوده. ولی من آدم صاحب نظری نیستم در مورد این سوال. من در مورد معماری میدونم که حرف نوعی نزده و حتی یه انفصال واقع. در واقع یکی از دلایل این که هخامنشیان خیلی ضعیف تونسته منتقل بشه برای اینکه یک انفصال چند صد ساله اتفاق افتاده. در مورد سوال دومتون، اگر منظورتون از شعر قدرت اینه که باید قدرت داشت که این معمار، منظورتون اینه؟ شعر قدرت من نمیدونم منظورتون چیه. آخه شعر یه برداشت انسانی عاطفی میکنم، قدرت اونو نداره. اصلا من نمیدونم شعر با قدرت با هم یه، من میدونم شعر با معماری میخونه. یعنی اینو میتونم بهتون بگم. کما اینکه تو همون بحثی هم که کردیم، اون موج اول و موج دوم در مورد شعر شاید بعد از معماری، اینو من نمیگم چون معمارم، بسیاری گفتن معماری والاترین هنرها توی ایرانه و بسیاری از هنرهای دیگه انفصالشون بیشتر بوده ولی معماری تداومش بیشتر بوده. ولی جایگاه ادبیات و به خصوص شعر
والاست در ایران و حتی در مورد اون موجهایی که داریم صحبت میکنیم، همزمانی که آقای مهندس امانت و اون موج که داشتیم صحبت میکردیم، توی موسیقی استاد شجریان وارد ماجرا میشه، آقای لطفی وارد ماجرا میشه، توی شعر آقای سایه هوشنگ ابتهاج و آقای مشکیری و فروغ و یعنی یلهایی وارد ما، یعنی این منحصر به معماری نیست، تو همه این هاست. من این برداشت نمی کنم، یعنی هرگز اینجوری نبوده. ببینید، قدرت ممکنه شرایطی رو ایجاد بکنه که تو اون شرایط هنر بتونه جلوه ای بکنه، اینجوری میشه گفت، ولی هنر حتی به زور خود آدم هم ایجاد نمیشه، اصلا این به زور نیست. همونجور که آقای مهندس امانت میگن، از راه تئوری و قدرت نمیشه به هنر رسید، از راه این آنالیزا نمیشه به شاهکار رسید. میشه یک شاهکار رو آنالیز کرد، ولی از سر گشاد شیپور دمیدن قطعا نوای دلپسندی رو نخواهد داد. من در حال اگه درست فهمیده باشم منظورتون رو، نه خیر، من شعر قدرت نمیدونم. خواهش بفرم. اولا که ممنونم آقای مهندسیمون که همه میدونن استاد بنده بودن، حتی آقای مهندس قیایی هم که خیلی زیاد معروف نیستن، ولی یکی از کارهای مهم مدرن ایران که مجلس سناست کار قیایی، و ایشون خیلی واقعا ایشون هم آدم مهمی بود، یادته، و ما اول آتلیه ایشون بودیم، بعداً رفتیم آتلیه سهمون. و بقیه معمارایی که اون دوره بودن، من شخصاً کامران دیبا رو به اعتبار یک کاری که قرار بود بکنیم و اون ناظر ما شده بود و شناختم، و خیلی میدونین خیلی آدم راحت و مشوق و بدون عقده‌ای دیدمش. این طرزی که من از کامران رد شدم و زیادم باهاش کار نکردم، و خیلی های دیگه هم بودن، البته من متاسفانه نتونستم. من صداشون ضعیف بود، ولی برداشت من این بود که از معماران نامدار فرنگی. آها، ببخشید، این خیلی موضوع مهمیه. بله، سوال خوبی. من از وقتی که وارد دانشگاهی شدم، تمام مجله هایی که ممکن بود تو ایران چاپ بشه و بود، نه تو ایران چاپ بشه، تو ایران وارد بشه، این کتاب فروشی های روبرو دانشگاه اگه داشتن، من حتما اونا رو میخوندم و دونه دونه نمیدونم کار میکلوچی رو از روی چرچی که ساخته کروکی میکردم، میرم توش چه خبره، این پرسپکتیف چطوری درست شده، تا کان که همه میشناختنش، و کان و کندیلیس و خیلی های دیگه، بگو. آلتو. نه آلتو نیم، آلتو اومد ایران، ولی اینا اومدن توی کنفرانس معماری در اصفهان. من با لوی کان بغل دستش سوال کردم، ازش کار کردم، ازش کارشو دیدم. باکمینستر فولر بود فکر کنم. باکمینستر فولر بوده. یه دوره عجیبی بود تو ایران و همه این آدم های مهم اونجا بودن و ما هم اونجا بودیم. آقای اردلان اتفاقا تو اون کنفرانس جزو ارگانیزرها بود و صحبت کرد. خلاصه همه یه دنیای جالبی بود. اینی که خدمتتون بگم، یه کار منو مثلا سفارت ایران در پکن که میبینید، بعضی همیشه به من میگن تو چقدر شبیه کان کار کردی، ولی من فکر میکنم کان شبیه ایرونیا کار کرده بود. بله، ولی البته من هیچ عبایی ندارم از یه استاد
من کپی نمی کنم ولی ایده بگیرم. من گیری رو فرانگیری رو خیلی دوست دارم و خیلی اونو تحسین می کنم ولی هیچ وقت سعی نمی کنم کارای اونو بکنم. نمیتونم بکنم برای اینکه کسی این پولا رو به من نمیده تو پروژه ها و ولی احترام عجیبی به این مرد دارم که به نظر من نابغه ایه که هر کاری میکنه بسیار زیباست و بسیار منطقیه و درست هم کار میکنه و اینه که اینقدر جدید کار میکنه یه چیز عجیبیه این مرد. ببخشید ولی من پیرو آلتو بودم، کارهای آلتو رو هم دونه دونه از روی کتابش کپی کردم. میدونستم کوپ این کتابخونه دانشگاه شریف که اولین کار ماست این خیلی متاثر از آلتوه، چون آلتوه که این کتابخونه ها رو دو سه تا تو کتابش هست شما ببینید. منظورم اینه که من خیلی متاثر از همه این معمارا هستم، یعنی هر پیام درستی که یه جایی باشه آدم میگیره و با نهایت خوشحالی ازش استفاده میکنه بدون اینکه بترسه که متهمش کنن از کپی، چون کپی نمیکنین شما. شما یه آموزشی از هر کی میگیرین وقتی رد میشید. ممکنه از جلوی نوتردام رد شین یه چیزی یاد بگیرین که امروزا حرفشه، ممکنه از جلوی کار گودی رادشین یا پارک گوئلش که من عاشقش بودم دفعه اولی که دیدم پارک گوئل کار گودی یا هر کی، اینا همه الهام بخش آدمه، آدم یادش میمونه و جایی که لازمه از این روش ها استفاده میکنه ولی کارو کپی نمیکنه. ببخشید خدمت شما. سوال دارید؟ شما بابتو بیش از 44 سال تحصیل ها خواهد شد. سوال خیلی کلیه که میتونید تو جلسات بعدی هم جواب بدید. ولی چقدر موفقیت های ایرانتون باعث شد که این کار ادامه پیدا کنه و اینجا دفتر مشاور خودتون داشته باشید و کارهای بزرگ دیگه که هیچ اسمی ازش امشب نیمد داشته باشید، جاهای مختلف که از تقریبا پراکنده است از چین تا این طرف امریکا همه جا و آینده کار رو بر بچه های دیگه چی میبینیم؟ این البته خیلی ممکنه مفصل باشه. چقدر اون تجربه و به خصوص چون سوژه امشب ما درس های از معماری ایران بود اون بهتون کمک کرد که این راه رو ادامه بدیم و پروژه های خیلی زیادی بیشتر از 20 پروژه خیلی بارز من در بردم از پورتفولیوتون. متشکرم. اولا که اگه من سوالتون جواب ندم فکر نکنین که صفات عجیبه‌ای که به من گفتین قبول دارم. من واقعا هیچ وقت عمق من قبول نمی کنه. من هنوز یه شاگرد، هر پروژه‌ای که میبینم مثل که اصلا هیچ نمیدونم. اینو که گفتم اصلا توی مصاحبم توی بی بی سی گفتم که من خیلی ناتوانم، بعدا فکر کردم صاحب کارو چی فکر میکنه تو اینو گفت. ولی واقعا این قلب آدم دیگه. حالا فرمودید که شهریاد واقعا مثل شناسنامه من بوده، بدون اون فکر نمیکنم من میتونستم همه این کارا رو بگیرم. ممکنم میشد، ممکن یه مسابقه دیگه میبردم، ولی اون بود که پشتم بود. مسجد لندن بود؟ بله. خیلی از این مسابقات ولی برنده شدیم، بعضی هم نشدیم. آره. من بله یه وقتی هم منفی بود. من یه نفر منو به بوزا معرفی کرد، نت بوزا، که الان همه کارهای هایرایز ما از این شخص محترم، یعنی پسرش که واقعا پسر خیلی بود ولی خودش اون اول کار این شهریادی دید به من گفت من با آدمی که از این کارا میکنه کار نمیدم چون کارم گرون میشه. میدونی؟ یعنی یه همچین حالتی هم بود ولی فهمید که اینقدرم کارهای دیگه هم بلدم. بله، بی تجربه نیستم. بله. و خب فکر میکنم همه جا این خیلی مهم بوده. و یه
بله، حالا دیگه قسمت دیگه سوالم بود که درس هایی از معماری ایران چجوری منطبق شده پروژه های دیگرتون که من تا جایی که میدونم فضاهای بسته و باز توش دیده میشه، همسایگی توش دیده میشه و ممکنه یه برج باشه تو سن دیگو ولی باز همون اصول یا اون درس هایی از معماری ایران توش که من شنیدم که شما شیفته معماری ایرانیم و ارجح میدونیم به تمام معماری های دیگه و توی جهان برتریش ثابت شده. اولا اینکه من فکر میکنم جامعه بشری خانواده است و هر کدام از این بچه هایی که باهوشن یه کاری میکنن آدم باید قدرش رو بدونه. به این ترتیب فقط ایران نیست، ولی ایران یکی از اونایی که خیلی باهوش بوده فکر میکنم من، اقلا در جهت معماری. کارهایی که در ایران، این میراث عظیمی که در ایران هست کمتر. من رفتم مصر، خب مصر قدیم خیلی جالبه ولی مصر اسلامی هیچی نداره، میدونین یه چند تا مسجد اینا میگن ولی هیچی نداره. ترکیه چرا؟ خیلی جالبه، مسجد واقعا برام جالبه، اون فضاهای اون مساجدی که اینا ساختن و آیا صوفیا که البته رومیه ولی سینان که اینا رو کپی کرده تو ادرنه و اینجا، خیلی کارهای قشنگی. من اینه که هرچی قشنگی ما میخوریمش، هیچ فرقی نداره چی کی درست کرده این غذا رو. و بله، ولی خوشبخت بودیم که وقتی تحصیل میکردیم و وقتی کار میکردیم تو این فضای معماری ایران میتونیستیم راه بریم اونو درک کنیم. و این عرایزی که کردم به این شخص محترم که معماری ایرانی خاصیتایی داره که وقتی ملکه میشه در ذهن انسان تو کار مدرن هم ظاهر میشه، برای اینکه شما همون دیدو دارین، برای اینکه این آدمو چطوری تو این فضا حرکت میدین. آیا این آدم باید الان براش تو این فضای بزرگ اردشل نیست برای این بدبخت چیکار کنه جلوی این ارتفاع به این بلندی، یه چیزی بهش بده که مقیاس انسانیشو حس کنه و از این حرفا. بله، اینا رو وقتی میاد در کار اون بوی ایرانی یا انسانی رو میگیره در حیرت. بله، ببخشید. تمام بارهای فقط فشاری عمل میکنه، نیروهای فشاری رو انتقال میدن
هیچ نوع نیروی کششی توشون وجود نداره، ولی قوس‌های مرتفع تمام اشتباهات مهندسی هم صرفا برای زیبایی ساخته شدن و در زلزله ها و اینها به راحتی فرو میزن. همونطور که زلزله بعد بسیاری از ساختمان شما عکس ها رو ببینید، تمام اونها از دقیقاً از نقطه وسط شکستن، همون جایی که میگیم میخوان به یه نقطه برسن، انگار به وحدت رسیدن یه اشتباهی بوده، خلاصه یه اشکالی بوده که توی زلزله پوشیده شده. داستان اینه که یه خورده به نظر من هم جنبه های مثبت شو ببینیم، هم جنبه های منفی شو ببینیم در کنار هم دیگه. شاید اونجوری یه خورده واقع گرایانه تر ببینیم این داستان. من بابکم نه کامران. من نمیدونم کی گفت هنر نزد ایرانیان بست و بست. کسی که گفته جوابتونو بده. هیچ جا افتخار نکردیم، از معماری یونانی الهام نگرفتیم. اگه همچین چیزی رو من گفتم اشتباهه. من نکته ای رو که عرض کردم این بود که در دوران هخامنشیان اصرار بر اینکه ابرقدرت بودیم، اونم یعنی خب چون زمان من هر 100 سال رو یه دقیقه وقت داشتم توضیح بدم، این حواسمون باشه، یعنی مجبورم بگذرم. هخامنشیان رو عرض کردم، همونجوری که الانم خب وقتی شما معماری پیشرو یه کشور درجه یک رو دارید، تو هر چی، تو هر دیزاینی، بی ام و نمیاد مثلا ماشین خودشو در رقابت با یه چیزی هویتش رو عوض بکنه، ولی کیا موتورز میاد میکنه، چون هنوز به هویتی نرسیده. این حرف درست نیست. و حتی به عنوان نکته مثبت دوران ساسانیان این بود که تبادل فرهنگی رو شروع میکنه، الهام میبخشه و الهام میپذیره. همچین چیزی اگرم من گفتم غلطه، ولی فکر نمیکنم گفته باشم چون اعتقاد ندارم. حوزه نفوذ هخامنشیان در نظر بگیرید، نیمی از دنیای شناخته شده اون موقع بود و عرض کردم خدمتتون یا تحت پوشش ایران بوده یا تحت نفوذمون. در هر حال میگم من همچین چیزی ندارم اصراری روی این قضیه داشته باشم، ولی اون چه که مسلمه اینه که هر وقت تبادل فرهنگی اتفاق افتاده به نفع بشریت بوده، در اینش اصلا شکی نیست. و من همچین برداشتی ندارم که شما دارید میگید، نه اصلا چیز ضعیفی نیست. اون چه که هست اینه که اتفاقا هر چقدر این تیزتر باشه، انتقال نیروهای مورب به نیروهای عمودی به سهولت انجام میشه. و بعد و برعکس میدونید که مهار نیروهای جانبی قوس روی وزنه‌هایی که در طرفین گذاشته میشه که نیروهای مورب اون رو بتونه به زمین منتقل کنه. ما قوس‌های هفتمون رو، کم قوسمون رو که معمولاً قوس‌های کلیل بوده، توی زیرزمین استفاده می‌کردیم، چون قوس کمخیز خطر رانش جانبیش بسیار بالاتره، بنابراین وزنه‌های بسیار بیشتری باید روش گذاشته شه که این بتونه در نره از هم. و برعکس جایی که همچین وزنه‌هایی رو نداریم، قوس رو می‌بریم بالا که در واقع نیروها از اینجا شروع نشه بشکنیم بیاریم پایین، بتونه راحت تر منتقل بشه. ولی گنبدای رک داریم که گنبدای رک شکل قوسی ندارن و اصلا گنبد به مفهومی که ما میشناسیم نیستن، اینا مخروط یا شکلای هندسی ترن که تو اقلیمایی که بارندگی زیاده داریم، مثلا تو شمال کشور تمام آثار تاریخی ما گنبد رک دارن. در واقع مخروط ها یا مخروط های با قاعده هشت‌ضلعی یا دایره که نکتیزن و امکان کاشیکاری که بتونه آبای سطحی رو رد کنه داره، که اون رو هم ما تو کویر کم داریم، ولی جایی که اون اقلیم رو برسونه. در هر حال ایده نظر شما محترمه برای ما. اگه اجازه بدید بقیه هم این سوال رو بکنن. بعد از این بگم فقط در مورد قوس‌ها بگم چون چیز خوبیه، همه همون بدونیم، چون من از فرانسوی یاد گرفتم. شما همیشه برای اینکه نیروهای کششی رو بتونید درک بکنید که چطور برای قوس‌ها بهتر عمل می‌کنه،
میتونی از یه دونه زنجیر استفاده بکنی. یه زنجیر خیلی ریز رو در نظر بگیرید، همین زنجیری که خانم‌ها گردنشون می‌ندازن و از دو طرف آویزونشون کنه، تمام نیروها کششیه. حالا اگه برش گردونی میشه تمام نیروها فشاری. به خاطر همین که نیروی قوس‌های مثلا قوس تاق کسرا جزو بهترین قوس‌ها هستن. بستگی به خیزش داره. بستگی به خیز قوس داره. در خیلی ممنون. بفرمایید. آی... نه چون ایشون از قبل گفتن دو به یا منظورتون کجاست؟ مثل دبی رو میگه؟ ولی من دبی نرفتم و ندیدم، ولی چیزی که از بیرون دیدم یه کسایی از خارج اومدن این کارا رو کردن. خود عربا هیچ دستی در اون ندارن غیر از این پول نفتشون رو دادن دبی. من اصلا نمیتونم اونجا، حتی از در شهری هم. فؤاد یه وقتی به من گفت اونجا یه راهی هست اگه بخوای بری اونور خیابون، بعد یه هایوی اون طرف بخوای بری، بعد بری از اون ته بری. من از فؤاد شنیدم، فؤاد رفیع، ندیدم دبی، ولی خیلی اشتباه شهری ازش بر من تعریف کرد. من بنکور خیلی احترام دارم، برای اینکه همه روشایی که خوباشو که اینا داشتن دارن. من خودم رفتم سان دیگو کار کنم، پلنر سان دیگو به من گفت مثل ونکوور. خیلی ممنون از همگی و خیلی ممنون از همگی. خیلی ممنون.